شباب بل محرم سینه زن تار زوشه شباب بل محرم سینه زن تار زوشه با دستای پیر غلامت پیرن سیاه بپوشه شب اول محرم سینه زن تار زوشه با دستای پیر غلامت پیرن سیاه بپوشه شب اول محرم سینه زن تار زوشه با دستای پیر غلامت پیرن سیاه تو کوچه ها و پرچمت امید به زندگی بیاد دوباره بوی نظریت روزه های خونگی بیاد سلام بر پرچم و علم سلام بر شعر محتشم سلام بر محرم سلام بر پرچم و علم سلام بر شعر محتشم سلام بر محرم سلام بر پرچم و علم سلام بر شعر محتشم سلام بر محرم سلام بر پرچم و علم شب اول محرم سینه زن تار زوشه با دستای پیر غلامت پیرن سیاه بپوشه شب اول محرم سینه زن تار زوشه با دستای پیر غلامت پیرن سیاه بپوشه غلام نوکراتم عاشق کربلاتم تا آخرش خواهاتم تو همونی که میخوای دلیل گریه هایی تا آخرش باهایی که سرزمینه یعنی تموم سالو همیشه بیقرارم برای اولینه آهای من زندگی و دست دارم تو این مسیر افتادم ای عشق مادر زاده تو از دور سلام سلیمان جان از طرف نور سلام به تو از دور سلام به حسین از طرف غسله ناجور سلام به تو از دور سلام به سلیمان جان از طرف نور سلام به تو از دور سلام به حسین از طرف وصله ناجور سلام به تو دل بسته شده به شبای جمعه کربلا وابسته شده
به تو دل بسته شده، به خدا من از همه به غیر تو خسته شده. حسین آقا همه میرن تو میمونی با
چی بوده از طرف زهرا که بریزم در غمت عشق از دعه اذا اراد الله به عبد خیرا قذف فی قلبه حب الحسین حب الحسین وسیلت السعدا جانم فدات یا سید الشهدا جانم فدات یا سید الشهدا اللهم صل على محمد وآل محمد 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة
والسابقون السابقون أولئك في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان يطوف عليهم ولدان مخلدون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه السلام عليك يا ولي الله وابن ولي السلام عليك يا حجة الله وابن حجة السلام عليك
یا امام الهدى والعروة الوثقى ورحمة الله وبركاته. أشهد أنك مضيت على ما مضى عليه آباك الطاهرون صلوات الله عليهم. لم تؤثر عمى على هدام ولم تمل من حق إلا إلى باطن، وأنك نصحت لله ولرسول وأديت الأمانة، فجزاك الله عن الإسلام وأهله خير الجزاء. أتيتك بأبي أن بأبي وأمي زائرا عارفا بحق مواليا لأولياء معاديا لأعداء، فاشفع لي عند ربي. السلام عليك يا مولاي يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته. اشهد انك الامام الهادي والولي المرشد أبرأ إلى الله من أعدائي وأتقرب إلى الله بولايتك، صلى الله عليك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و فرجنا بهم یا کریم. ولعن اعداءهم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، الذي بعد فلا یرا و قرب فشهد النجوى، تبارک و تعالی. ثم الصلاة والسلام على حقيقة الوجه الأتم العارف بما في اللوح والقلم، حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. جهت سلامتی و تعجیل در فرج قطب عالم امکان ولی نعمت عالم وجود، مولای ما امام زمان علیه السلام، آمرزش همه اموات و درگذشتگان،
ذوی حقوق، پدران و مادران، رفتگان این جمع محترم، والدین ما و همه حقداران و به عنوان عرض تسلیت ساحت مقدس ولی عصر امام زمان علیه السلام اجماعا صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا رو شاکریم و سپاسگزار، بار دیگر بر ما منت نهاد در مجلسی به نام نامی و اسم گرامی بقیت الله الاعظم ولی عصر امام زمان حجت ابن الحسن المهدی ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا شرکت میکنیم. خدا رو بر این نعمت شاکریم و سپاسگزار تا در سایه این شکر نعمت نعمتش بر ما افزون کند و گوهر محبت و ولایت اهل بیت علیهم السلام از ما و فرزندان ما تا دم واپسین مستاند انشاءالله. شهادت امام هشتمین سلطان سریر ارتضا الرازی بالقدر والقضا حضرت ابوالحسن علی ابن موسی الرضا علیه آلاف و تحیت و ثنا را به پیشگاه ولی نعمتمون امام زمان علیه السلام عرض تسلیت و تعزیت داریم و خدا رو سوگند می دهیم به عظمت مقام حضرت ابوالحسن الرضا امام هشتمین امام رؤوف سلام الله علیه که خدا از باقی مانده دوره غیبت صاحب الزمان علیه السلام درگذرد، ظهور و فرج اون حضرت نزدیک گرداند، دل نازنین و ناشاد امام زمان علیه السلام به مژده فرجش شاد کند، هر کس به هر امید و به هر حاجتی مادی یا معنوی، دنیوی یا اخروی در پناه این محفل شرکت کرده است، خدا حاجت همه را برآورده به خیر بگرداند و قدم‌های ناقابل جمع ما به زودی زود و با معرفت انشاءالله در عافیت و توفیق به پناه حرم حضرت رضا علیه السلام برساند انشاءالله. پیش از شروع سخن تقاضا کنم در خدمت شما این صلوات مخصوصه حضرت رضا علیه السلام که در حکم یک زیارت کامل حضرت رضا علیه السلام شمرده شده است با توجه با هم دیگه تکرار کنیم، بعد انشاءالله وارد عرائض خواهیم شد. دلها رو روانه حرم با صفای حضرت رضا علیه السلام کنیم. اگر دردمندی صدایش بزن، اگر دردمندی صدایش بزن، سری هم به صحن و سرایش بزن. ممکنه نوع ما مردم از گوشه گوشه حرم حضرت رضا علیه السلام از دوره کودکی خاطره بلکه خاطرات بسیار داشته باشیم. تقاضام این هست که شما در هر نقطه ای از حرم که احساس میکنید دلتون اونجا خاطرات بیشتر و پیوند بیشتری داشته، الان خودتون رو در اون محل حاضر ببینید و خطاب به آقا و مولای رؤوف مهربانمون عرض ادب و ارادت کنیم. اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضى الامام التقی النقی و حجتک علی من فوق الارض و من تحت الثرى الصدیق الشهید صلاتا کثیره تامه زاکیه متواصله متواتره مترادفه که افضل ما صلیت علی احد من اولیائک. ضمن شکر نعمت پروردگار که خدا از میان ده ها و صد ها مانع زیر و روها و گرفتاری های روزگار به ما توفیق داد، در این نوبت در مکتب حضرت رضا و مجلس علی ابن موسی الرضا سلام الله علیه حاضر باشیم، توجه سروران گرامی برادران و خواهران ارجمند را به روایتی جامع و نورانی از وجود مقدس امام هشتمین حضرت رضا علیه السلام به مناسبت جلب کنم. آقا و مولامون حضرت رضا علیه السلام فرمودن سبعت و اشیا به غیر سبعت اشیا من الاستهزا. حضرت فرمود هفت عمل، هفت کار، اگر در کنارش هفت کار دیگه اتفاق نیفته و انجام نشود من الاستهزا، از نشانه های استهزا و مسخره کردن خواهد بود. در این حدیث نورانی امام رضا علیه السلام هفت عمل رو بیان می‌فرمایند، هفت کار رو توضیح می‌دهند
که اگر کسی نسبت به این هفت کار هفت عمل در کنارش انجام نداد، مولا می فرماد فقط استهزاء به نفسه، چنین فردی استهزاء به نفس کرده، به تعبیر فارسی خودمون یعنی خودش رو مسخره کرده. خب این تعبیر میدانی تعبیر بسیار تندیه، اونم از امام معصوم سلام الله علیه. میخوام عرض بکنم این هفت عمل، منهای هفت عمل در کنارش چقدر باید سبک باشه و نامعقول باشه که امام سلام الله علیه این رو استهزاء به نفس بخواند، یعنی مسخره کردن خیشتن. چون خدای متعال رو که علیاذ بالله نمیتوان مسخره کرد، نستجیر بالله، چنین فردی خودش و نفس خودش رو مسخره کرده. سبعت و اشیا به غیر سبعت اشیا من الاستهزاء، مولا فهمود هفت کاره که اگر هفت عمل در کنارش اتفاق نیفتاد، چنین فردی استهزاء به نفس کرده، خودش رو مسخره کرده. عرض کردم العیاذ بالله نستجیر بالله، خدا رو که نمیشه مسخره کرد، خودش رو مسخره کرده. اول مولا حضرت رضا علیه السلام فرمود من استغفر باللسانه ولم یندم به قلبه فقد استهزاء به نفسه، هر کس به زبان استغفارگو باشد. من استغفر باللسانه، هر کس به زبان صیغه استغفار رو جاری کند، اما ولم یندم به قلبه، اما در قلب خودش نادم و پشیمان نباشد، چنین فردی استهزاء به نفس کرده، خودش رو مسخره کرده. یعنی اساس و پایه و ریشه استغفار ندامت، اونم ندامت قلبیه، پشیمانی قلبی است. والا فقط صیغه استغفار رو به زبان جاری کردن، مادامی که قلب نادم و پشیمان نیست، ما راه به جایی نمیبریم. ببینید سروران گرامی، آقایان و بانوان، جایگاه و پایگاه استغفار حقیقی را مولا حضرت رضا علیه السلام شهید این ایام، جایگاه و پایگاهش رو قلب معرفی کردند. مادامی که قلبی نادم و پشیمان نبود نسبت به سخنی که گفتم، قضاوتی که کردم، عملی که انجام دادم، من راه به جایی نمیبرم. جایگاه این قلب ندامت قلبی است، جایگاه استغفار حقیقی است. در روایت دیگه از آقا امیرالمؤمنین علیه السلام، وقتی یه فردی از مولا سوال کرد یا امیرالمؤمنین پدر و مادرم به فدای شما، آیا میشه به من خبر بدید از باطن این آیه که یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا، که آیه هشتم از سوره مبارکه تحریم هست، یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا، ای کسانی که ایمان آورده اید توبه کنید به سوی خدا، بازگردید، با خدای خودتون آشتی کنید، توبه ای نصوح حقیقی محکم و استوار. مولا امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود توبه نصوح چهار شرط داره، که البته من در صدد توضیح و تفسیر اون حدیث نیستم، فقط به عنوان یه نمونه میخوام عرض بکنم. فرمود توبه نصوح که در قرآن آمده اگر کسی با آدابش انجام داد، که یوم ولدت و امه، مانند روزی که از مادر زاده شده پاک و پاکیزه میشه، به قول من صفر کیلومتر میشه اگر آدابشو به جا آورد. میگه به مولا عرض کردم آقا شرایط توبه حقیقی چیز؟ فرمود چهار شرط داره. اولیش همینیست که برادر من، خواهر من، محل بحث ماست. اولین شرط توبه مقبول رو مولا فرمود ندمون بالقلب، اینم شاهد دوم بر این مطلب هست، ندامتی است که از قلب سرچشمه گرفته باشه. سه شرط دیگه هم داره، استغفارون باللسان، استغفاری با زبان، عملون بالجواره، با اعضا و جواره، یه سری اعمالی باید انجام بده، حق الناسی، حق اللهی، خدای نکرده کوتاهی بوده، باید پاشه اقدام کنه، عملیاتی، اجرایی به قول من. و بالاخره ازمون ان لا یعود، ازم و اراده محکم و استوار داشته باشه که دو مرتبه بر نگرده. اما حالا فعلا بحث من همون قسمت اول بود برای توبه نصوح، فرمود ندمون بالقلب، ندامتی که از قلب سرچشمه گرفته باشه. طبیعی هم هست، اون چیزی که بازدارنده است که بنده دو مرتبه اون اشتباه، اون گناه، اون خطا رو تکرار نکنم، اون حال ندامته. مادامی که اون حال پشیمانی نباشه، چه ضمانتی هست که بنده تکرار نکنم؟ دو مرتبه به محض اینکه احساس بکنم این کلام شیرینه و گفتنش جالبه
ولو غیبت باشه العیاذ بالله نستجیر بالله خواهم گفت. اون چیزی که موتور اصلی میشه به تعبیر من که فرد اون اشتباه و خطا و گناه و تکرار نکنه حال ندامته. حالا ممکنه یکی از عزیزان در ذهن مبارکشون این سوال پدید بیاد چه کنیم که اون حال ندامت و اون حال پشیمانی رخ بده و اتفاق بیفته، یعنی راهش چیه؟ خود آقا امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن بهترین راهکار برای اینکه حال ندامت، که حال ندامت است که بازدارنده است و ترمز میشه در مقابل گناه بنده، پدید بیاد، مولا فرمود بهترین راهش اینه که به آثار و عوارضی که گرفتاری هایی که پس از ارتکاب گناه باقی میمانه در روحت، در صحیفه عملت فکر کنی. چون گناه وقتی اتفاق افتاد آثاری به جا میمونه دیگه. به قول امیرالمؤمنین علیه السلام عملون تذهب لذته و تبقا تبعته، گناهان معمولا اگر شیرینی و لذتی هم داشته باشن در بد و امر کنار میرن، ولی اونی که باقی میمونه تبعاتش باقی میمونه. مولا فرمود به تبعات گناهت نگاه کن. به عنوان یه نمونه، مثلا غیبت که حالا ما میگیم غیبت، همین یه دونه گناه اگر من بخوام غیبت رو اگر صافش کنم، به قول من حساب و صفر کنم و حلالیت به طلبم، مگه کار آسونیه؟ بله شدنیست، اما باید برم گردن کش کنم، عذرخواهی کنم، نکنم وزرش به گردنم میمونه. در مواردی که باید رفت حلالیت طلبید باید رفت، در یه مواردی هم که مفسده داره فقها فرمودن فساد انگیزه، خب باید از طریق دیگه جبران کرد. همین یه دونه غیبت رو اگر بنده بخوام که حضرت رضا سلام الله علیه شهادت اون بزرگوار علیه السلام فرمود من اقتاب مسلمن او مسلمه لم یقبل الله صلاته 40 یوما و لیله، اگر غیبت مسلمانی مرد یا زن رو فرد بکنه، خدا تا 40 شبانه روز نمازی رو از او نمیپذیره مگر اینکه بره صاحبش رو پیدا کنه و رضایت. حالا همین توجه نسبت به تبعات و آثار این گناه ما رو شک نمیده، تکونمون نمیده. واقعا تا 40 روز نماز من حبس میشه؟ ببینید خودش بازدارنده است. مولا فرمود به تبعات و آثاری که به جا میمانه بعد از عمل فکر کن. برگردیم به بحثمون. آقا حضرت رضا سلام الله علیه فرمودن 7 چیز اگر در کنارش 7 چیز دیگه نباشه، این استهزاء به نفسه، خود رو مسخره کردنه. اول من استغفر بلسانه ولم یندم به قلبه فقط استهزاء به نفسه. شاید در نهج البلاغه خاطر مبارکتون باشه، کسی خدمت آقا امیرالمؤمنین علیه افضل الصلوات المسلین رسید و به امیرالمؤمنین علیه السلام که برخورد کرد، مولا حالی عجیب در او دیدن. ماجرا معروفه، شما اهل مطالعید حتما ملاحظه فرمودید. مولا دیدن که دائم استغفار میکنه، استغفر الله، استغفر الله ربی و اتوب الی، استغفر الله و اتوب الی، هی تکرار میکنه. حضرت فرمود سکلت که امک اتدری مل استغفار، وای به حال تو، تو میدانی استغفار به چی میگن که دائم تکرار میکنی؟ تو بعضی از نقل ها داره گفت آقا مگه استغفار کردن چیزی جز گفتن استغفر الله ربی و اتوب الیه؟ مولا به تعبیر بنده فرمود بنده خدا این صیغه استغفاره، من حال ندامت و پشیمانی در تو ندیدم. اصل استغفار حال ندامت، حال پشیمانی است که بازدارنده خواهد بود. من استغفر بلسانه ولم یندم به قلبه فقد استهزع به نفسه. یادگار دوم حضرت رضا سلام الله علیه فرمود و من سأل الله التوفیق ولم یجتهد فقد استهزع به نفسه. من سأل الله التوفیق ولم یجتهد فقد استهزع به نفسه. هر کس از خدا توفیق طلب میکنه و آرزو میکنه ولی تلاش نمیکنه، کوشش نمیکنه، زحمت نمیکشه، چنین فردی خودش رو مسخره کرده، استهزاء به نفس. هر کس دنبال توفیق و موفقیت میگرده. توفیق معناش چیست؟ توفیق یعنی امور وفق هم در بیاد، مثل چرخ دنده های پشت ساعت که اینا باید خوب وفق هم در بیان. این معنای دقیق توفیقه، چون ما ممکنه در ایام عمرمون از این واژه و اصطلاح توفیق زیاد استفاده کنیم. اصل معنای توفیق در لغت
به دقت لغوی اینه. خدا توفیقم بده، انشالله توفیق داشته باشیم، موفق باشیم. اصل معنای لغویش اینه، توفیق یعنی امور وفق هم در بیان، مثل چرخدنده هایی که با هم جور در میان، پشت هم هماوا و هماهنگن، اینا وفق هم آمدن. کسی که توفیق میگیم خدا توفیقم بده، یعنی امور وفق هم در بیان، با هم جور در بیارن که فرد بتونه اون کار رو انجام بده و سعادت اون فعل رو پیدا بکنه. این معنای توفیقه. حالا من سأل الله توفیق، هر کس دنبال توفیق میگرده که امورش وفق هم دیگه جور در بیاد و بعد بتونه موفق باشه و سعادتمند باشه، اما ولم یجتهد، تلاش هم نمی کنه. پس کوشش میخواد، نابرد رنج گنج میسر نمیشود، باید کوشش کنه. بابا یه کسی میخواد پزشک حاذقی بشه، نه فقط در امور معنوی و دینی و آسمانی ها، در همین امور مادی میخواد پزشک حاذق، استاد ماهری بشه، گرهگشای خلق خدا باشه، تشخیص خوبی داشته باشه، دست بندگان خدا رو بگیره. مگه کم باید زحمت بکشه؟ مگه میتونه هر سفری بره؟ مگه میتونه هر مهمانی و ضیافتی رو شرکت کنه؟ مگه میتونه تو هر جمعی؟ از خیلی از امور از خیرش باید بگذره تا بتونه به یه درجه و رتبه‌ای برسه، بتونه صاحب نظر باشه در فن خودش. در علوم دینی هم همینه. ناز پرورده تنعم نبرد راه به جای، نبرد راه به جای، باید تلاش کنه، باید تلاش کنه. رنج آسان دان، رنج آسان دان، چو شد مطلب بزرگ، گرد گله توتیای چشم گرگ. یه گرگی میخواد یه گوسفندی به دست بیاره شکار کنه، ساعتها ممکنه، دقائقی ممکنه کمین بکنه، مخفی بشه، چشم از گله بر نداره، در یه ساعتی که چوپان به قول من در قفلت بیشتری هست، گوسفندی جدا افتاده از باقی گله خوب رصد میکنه تیزبینانه و خاک گذار گوسفندان و قدمهای اونها رو توتیای چشم میکنه به قول شاعر، میخواد یه شکار به دست بیاره. رنج آسان دان چو شد مطلب بزرگ، گرد گله توتیای چشم گرگ. میخواد یه شکار به دست بیاره، مگه آسانه؟ من سأل الله التوفیق ولم یجتهد فقد استهزأ بنفسه. هر کس دنبال توفیقات میگرده، حالا چه مادی چه معنوی، چه آسمانی چه زمینی، باید تلاش کنه، زحمت بکشه، کوشش کنه، مطالعه کنه، وقت بگذاره، وقت بگذاره. الان بعضی از خاطرات مرحوم آیت الله العظمای مرعشی نجفی به عنوان یه نمونه میخوام عرض بکنم، چاپ شده. آقازاده ایشون حضرت آقای اسد محمود مرعشی، خدا سلامتشون بداره، که تولیت کتابخانه بی نظیر ایشون، نمیگم کم نظیر، در قم رو دارن. بعضی از خاطرات و نامه ها و اسناد و مدارک پدرشون مرحوم آقای مرعشی رضوان الله علیه چاپ شده به عنوان یه نمونه. ایشان نقل میکنه، همین مرجع بزرگوار فقید که میدانید چند نوبت ایشون افتخار پیدا کرد، مشرف شد خدمت امام عصر سلام الله علیه، که من در دوره جوانی و طلبگی که در نجف درس می‌خوندم متوجه شدم که بعضی از این دلال‌ها، واسطه‌ها برای منفعت طلبی، برای سودجویی‌های خودشون، خلاصه بعضی از این آثار و میراث و تراث شیعه رو اینا دارن با واسطه‌گری می‌فروشن و سر از موزه‌های اونور آب در میارن و من پول نداشتم که برم اینا رو خریداری کنم و می‌دانستم به قول امیرالمؤمنین سوف تحتاجون، فرمود از کتبتون و میراثتون محافظت کنید، به سرعت و به زودی شما به اونا احتیاج پیدا میکنید. میدونستم نسل‌های بعدی نیاز دارن برای اثبات مکتب و حقانیت شیعه به این کتاب ها. افتادم به روزه استیجاری، نماز استیجاری، تا پولی به دست بیارم که بسیار کار دشواریه. ثمره شد همین کتابخانه عظیم، نمیگم کم نظیر، بی نظیر ایشان. اگر کسی اون سرفت آمدی داشته باشه، اطلاع داشته باشه از اون کتابخانه و کتابهای نفیس خطی که منحصر به فرده، یه وقت یه کتاب خطی هست چند نمونه ازش وجود داره ولی کم، بسیار ارزشمنده، یه وقت منحصر به فرده، یعنی روش قیمت نمیشه گذاشت، ثمرش شده اون. و بعد میگه وقتی اون روزه های استیجاری رو میگرفتم گاهی چیزی برای افطار خوردن و افطاری کردن نداشتم. مرجع نبوده در اون روزگاریشون، ولی به هر صورت محترم بوده، از بیت محترم سب می کردم هوا تاریک بشه، این کاسب های نجفی
سبزی فروش ها، میوه فروش ها این برگ های وازده کاهو که فرسوده است و بهش بی‌اعتنایی میشه، اینا رو که باقی میگذارن کنار مغازه هاشون میرفتم اونا رو جمع میکردم، هوا که تاریک شد که کمتر کسی متوجه بشه زیر عبا میگرفتم که بعد برای افطار خودم چیزی داشته باشم. اما همه اون پول ها رو صرف جمع آوری میراث شیعه که مکتب تشیع بعدن به اینها نیاز داره. اینا یه نمونه است، یه نمونه است. همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. کتاب بسیار خوبی هست، من به دوستان جوانتر آقایان و بانوان پیشنهاد میکنم حتما این کتاب رو یه ورقی بزنید، شاید هم ملاحظه فرموده باشید. کتابی است به نام استاد عشق، خاطرات مرحوم پروفسور حسابی رحمت الله علیه، که میدانید ایشون در علوم و فنون مختلف، هم علوم قدیمه هم علوم جدیده، اهل مطالعه بوده و در بسیاری از زمینه‌ها صاحب نظر بوده. خاطرات ایشون و فرزند ایشون آقای مهندس حسابی جمع آوری کردن، خیلی خوندنی است که چه تلاش ها داشته. حالا بخشی از خاطرات ایشون، به هر صورت باید تلاش کرد، نابرد رنج گنج میسر نمیشود. در امور توفیقات معنوی که خواهر من برادر من خیلی باید تلاش کرد. من سأل الله التوفیق ولم یجتهد فقط استهزأ بنفسه. در امور معنوی و آسمانی کسی بخواد به جایی برسه باید یجتهد، تلاش کنه، عرق بریزه. این زبانو اگر بتونه نگه داره و کنترل کنه بخواد به جایی برسه. یه دونه رذیله اخلاقی رو آدم اگر بخواد از خودش دور کنه مگه آسانه؟ یه فضیلت اخلاقی رو میخواد ملکه خودش قرار بده، البته باید تلاش کنه و کوشش بکنه. 40 روز زبانی رو مهار کردن، مخصوصا آقایون و بانوان این زبان، این عضوی که پیغمبر اکرم فرمود جرمهو صغیر و جرمهو کبیر. جرم و جرمو مثل هم مینویسن اما خیلی معانی زیبایی در این جمله نهفته است. جرمهو صغیر، جرمهو کبیر. همینو اگر نگه داره و یجتهد، به قول امام رضا علیه السلام بکوشه، چه اتفاقی میفته؟ رسول خدا فرمود جر الله ینابی الحکمه من قلبهی الی لسانه، خدا چشمه های جوشان حکمت و فضیلت را از قلب او به زبانش جاری میکنه، جاری میکنه. من سأل الله التوفیق ولم یجتهد فقد استهزأ بنفسه. نکته سوم، و من استهزم ولم یحذر فقد استهزأ بنفسه. هر کس دنبال احتیاط میگرده ولی احتیاط پیشه نمیکنه، پرهیزکار نیست، استهزاء به نفس کرده. من استهزم با هی جیمی و رزه، ولم یحذر فقد استهزأ بنفسه. کسی که دنبال احتیاط و احتیاطکاری است اما حذر و پرهیزم نداره، این استهزاء به نفس کرده. حالا مثال روزی که من و شما متاسفانه درگیرش هستیم، خدا به آبروی همین توسل به آقا حضرت رضا علیه آلاف و تحییت و سنا، این بلیه فعلی و همه آفات و آهات و بلیات رو از عموم دوستان امیر المؤمنین بلکه از جامعه بشری دفع و دور بفرماید. همین احتیاطکاری، ماسک زدن، رعایت بهداشت دست و صورت و بدن و امور مختلفی که ضوابط بهداشتی است، اگر کسی اینا رو مراعات نکنه، خدایی نکرده، بعد میخواد بگه من میخوام اهل پرهیز باشم، من میخوام سالم بمونم، آیا این بخردانه است؟ نه. من استهزم ولم یحذر، هر کس دنبال احتیاط کاری است اما حذرم نمیکنه، پرهیز نمیکنه، بهداشت و مراعات نمیکنه، ماسک نمیزنه. من و شما نمیگیم که یه چاره ای بیندیش که خدا عقل تو بیشتر کنه. چرا؟ ولم یحذر، اون وقت پرهیزم نداره، مراقبتم نداره، فقط استهزأ به نفسه. چنین فردی خودش رو مسخره کرده. کسی که میخواد بیمار نشه به مثل، اما دست و صورتش رو شستشو نمیکنه، با مواد شوینده دائما ضد عفونی نمیکنه، با آب و صابون شستشو نمیکنه، بعدم همواره شعارش این باشه که من میخوام اهل حذر باشم، من میخوام اهل پرهیز باشم، من میخوام گرفتار نشم، من میخوام بیمار نشم، شما نمیگید فلان یه فکری به حال عقلت بکن؟ چرا شما مراقبت نمیکنی؟ این در امور مادیه. در امور معنوی اگر من میخوام گرفتار نشم، روح من پس رفت نکنه، عقب نیفتم،
و هیچ گونه احتیاطکاری هم نکنم، این استهزاء به نفس نیست؟ دوست دارم روح من تعالی پیدا کنه، اما از هر نگاهی صرف نظر نمی کنم، از هر سخن گفتنی صرف نظر نمی کنم، از هر پشت سر مردم قضاوت کردنی. خب بعد من انتظار دارم به یه تعالی برسم؟ خب نمیشه. در امور مادی جسمانی بدنیمون اگر ما احتیاط کار نباشیم، مراقبت نکنیم، میگیم آقا استهزاء به نفس، مریض میشی، یا از اون ایده اولیت کوتاه بیا که میخوای بیمار نشی، بگو نه دیگه برام مهم نیست مریض بشم یا نه، یا از او کوتاه بیا، یا اگر میخوای بیمار نشی باید مقدماتشو مراعات کنی. این امور جسمانی بدنیه. در امور روحی معنوی باطنی بیشتر نباید مراقبت داشت؟ هزاران برابر بیشتر. مگه میشه چشم هر منظره ای رو تماشا کنه، گوش هر صوتی رو بشنوه، زبان هر سخنی رو بگه، بعد بگه نه من یه روح بی‌آلایش پاک با فضیلت میخوام؟ خب نمیشه این اتفاق بیفته، نمیشه. بعد از یه چیزایی صرف نظر کرد، بعد یه احتیاط کاری هایی کرد. همین قلب ما. یه کسی از آقا امیرالمؤمنین علیه السلام پرسید آقا چی شد که شما به این رتبه ها رسیدید، به این درجه ها رسیدید؟ حالا مقامات آسمانی امیرالمؤمنین علیه السلام جای خود محفوظ بودم، آن وقت من از طایفه درد کشان که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان. مقامات آسمانی امیرالمؤمنین که خدا داده است، خدا به او داده. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. مقامات آسمانی حضرت جای خود، اما همین مقامات زمینی مولا. از حضرت پرسید آقا چی سبب شد شما به این رتبه ها برسید؟ یعنی اونایی که خودتون در این مسیر تلاش کردید، به قول من اکتسابیه نه موهبتی آسمانی. امیرالمؤمنین علیه السلام یه جمله فرمود، این جمله توش حذر هست، عزیزانی که به دقت بحث و پیگیری میکنید، حذر یعنی پرهیز، یعنی کنترل. من استهزم ولم یحذر فقد استهزأ بنفسه. توش حذر و پرهیز و کنترلگری هست، اگر نباشه استهزاء به نفسه. آقا چی شد به این رتبه ها رسیدید؟ رتبه های اکتسابی مولا. امیرالمؤمنین علیه السلام یه جمله فرمود، فرمود کنت بوابا لقلبی، من دربان دلم بودم. بواب یعنی نگهبان، نگهبانی که خوب کنترلگری میکنه. خدا قسمت کنه انشالله در خدمت شما عتبات مشرف بشیم. در این کشورهای عربی مثل عراق وقتی شما میخواید گیت رو رد بکنید، اون بالا نوشته بوابه، یعنی اون مرز کنترلی که دقت فراوان در اون میشه، صیغه مبالغه هم هست، خیلی اون در رو میپایند. بوابه همون گیتی که عبور میکنیم. مولا امیرالمؤمنین از این واژه سلام الله علیه استفاده فرمودن، کنت بوابا لقلبی، دربان دلم بودم، نگاهبان دلم بودم، اجازه ندادم هر چیزی در او وارد بشه. این خواهران من، برادران من، استهزامه، این یحذره. کسی که میخواد گرفتار نشه باید از چیزهای چشم بپوشه و مراقبت بکنه، کنترلگری بکنه. فرمود کنت بوابا لقلبی، دربان دلم بودم. و این قلب یه دریچه‌ایه، تو روایات ما فرمودن دو تا دریچه در این بدن وجود داره، بسیار باید حذر. من رو واژه و لغت حذر تأکید دارم خدمت شما سروران خودم، حذر و پرهیز و کنترلگری. مولا امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود دو تا دریچه در بدن آدمی هست، بسیار باید کنترلگر بود و نسبت به او مراقب بود. یکی چشم است که حالا فعلا محل بحث ما نیست، انشالله یه فرصتی باشه در خدمت شما راجع به چشم و مراقبت‌های چشم، عوارضی که چشم از جهت معنوی برای بدن و برای روح به همراه میاره گفتگو کنیم. انشالله آسود شبی باید و خوش مهتابی تا با تو بگویم سخن از هر بابی. بسیار بسیار مهمه کنترل و مراقبت از چشم. دریچه دوم به قول مولا امیرالمؤمنین بوابه، همین قلب آدمی است که باید مراقب او باشه. من استهزم ولم یحذر فقد استهزأ بنفسه. و اما نکته چهارم فرمود و من سأل الله الجنه ولم یصبر علی الشدائد فقد استهزأ بنفسه. هر کس که از خدا بهشت آرزو میکنه، دنبال بهشت میگرده، ولم یصبر علی الشدائد،
اما بر سختی ها و بر ناگواری ها صابر و شکیبا نیست، اما بهش آرزو میکنه. فقط استهزاء به نفسه، این استهزاء به نفس کرده، خود رو مسخره کرده. یعنی راه رسیدن بهش صبر بر شدائده. شما این که اهل فضیلت و مطالعه اید، در همه این هفت عبارت که داریم با هم دیگه گفتگو میکنیم و من خدا رو شاکرم که در شهادت حضرت رضا علیه السلام توفیق پیدا کردیم از کلمات خود حضرت سلام الله علیه استفاده کنیم، به تعبیر بنده در قسمت اول هر جمله درد و فرمودن، در قسمت دوم هر عبارت درمانم فرمودن. هم درد هست هم درمان هست. من سأل الله الجنه، هر کس دنبال بهشت میگرده، راهکارش چیه؟ از چه طریقی به او دست پیدا کنه؟ ولم یصبر علی الشدائد، و صبور بر سختی ها و شدائد نیست، استهزاء به نفس کرده. یعنی درمانش به چیست؟ راهکارش چیست؟ صبر بر شدائد. شدائد سختی های مختلف، دشواری های انجام تکلیف، صبر بر تکالیف. شدائد تکلیفش اینه که صبح خواب نوشین بامداد رحیل، باز دارد پیاده راز سبیل، از بستر جدا بشه. مثلا جوانه، نوجوانه به مثل، سختشه، به قول معروف چشماش گرم شده، خواب نوشین داره، میگن از بستر گرم و نرمت باید جدا بشی، وضو بگیری، به نماز بیستی، یا باید پنجیه که سود خالص تو، خرجها و هزینه ها رو داشته باش. اینا همه مثاله. بعد از منها شدن خرجها و هزینه ها، یک پنجم اگر باقی ماند، یک پنجمش رو، باز چهار پنجمش نوش جانت، یک پنجمش رو باید به عنوان سهم سادات فقیر و سهم امام زمان علیه السلام به عنوان خمس بپردازی. این صبر بر شدائد میخواد. همه مثل شما سروران من نیستن، بعضیا براشون دشوار این عمل به این تکلیف، خواب و رها کردن، از پول صرف نظر کردن، تحمل ساعاتی تشنگی و گرسنگی، جوانه، بازی کرده، هوای گرمه، ساعات طولانی روزه داریست، شربت خنک در نزدیکی او هست، غذای مطبوع هست، اما میگن چشم باید بپوشی و ساعات روزه داری رو تحمل کنی، تحمل کنی. این صبر بر شدائد دیگه. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، و خدا به غیر حساب به صابران در شدائد پاداش میده. صبوری، صبر کردن بر تکلیف. تا صحبت از صبر کردن میشه، ذهن ما مردم سراغ صبر کردن بر مصیبت از دست دادن عزیزان میاد. آقا عزیزی رو از دست دادی، خدایی نکرده، صابر و شکیبا باش. بله اون صبر هست، نه اینکه نباشه، اما صبر گاهی صبر بر تکلیفه. میگه وظیفه من اینه که اینجا این سخن رو نگویم، آبروی شیعه مرتضی علی سلام الله علیه رو حفظ کنم، اما نفسش و شیطان از برون دائم او رو تحریک میکنه که تو هم بگو، اما میدونه وظیفش اینه که کف نفس کنه. گر بر سر نفس خود امیری، مردی، بر نفسش غالب باشه و چیزی نگه. این صبر بر شدائده. میگه تکلیفم رو باید انجام بدم. لذا همه شنیده اید که صبر سه گونه و سه قسمه: صبر بر مصیبت از دست دادن عزیزان، صبر بر تکلیف و انجام تکلیف که بیشتر بحث ما اینجاست، و صبر در مقابل معصیت و گناه. البته پاداش صبر بسیار فراوانه در قرآن، چون کار دشواری است. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، خدا میفهماد ما به صابران به غیر حساب پاداش میدیم. پس صبر بر شدائد تکالیف برای اینکه بتواند مقدمات بهشتی شدن رو فراهم کند. و اما نکته پنجم: من تعوذ بالله من النار ولم یترک شهوات دنیا فقد استهزأ بنفسه. هر کس به دامن خدا پناه می جوید، از آتش جهنم می ترسد و می هراسد. به دامن خود خدا پناه می جوید از آتش جهنم و ترس عقاب الهی. اما ولم یترک شهوات دنیا، زمینه های گناه که پدید میاد سر میخوره و میره، ترمزش نمیگیره. این آدم استهزاء به نفس نکرده؟ چرا؟ مگه نمیگی از آتش میترسم؟ پس کوش اون بازدارندگی تو.
هر کس به دامن خدا پناه می جوید از ترس جهنم، اما شهوات دنیا رو ترک نمی کنه. زمینه نگاه آلوده ای باشه، علیاذ بالله، نگاهش آزاده. زمینه سخنی باشه، زبانش آزاد باشه. به قول امیرالمؤمنین علیه السلام، زبانش ملجم نیست، یعنی لجام و لگام نداره، آزاده قضاوتش. و همینجور، پس تو یا صرف نظر کن از این که میگی من از آتش جهنم میترسم، یا اگر حقیقتاً میترسی باید نسبت به زمینه های گناه ترمزش بگیره و بازدارنده باشه. من از شما سوال میکنم، مثال من رو عنایت بفرمایید. خدایی نکرده، خدایی نکرده، خدایی نکرده، میگن از 3 تا 5 تا خونه اونورتر آتش گرفته و آتش داره جلو میاد، به سرعت هم پیش میاد. خدایی نکرده، خدایی نکرده، مأمورین آتش نشانی هم هرچی تلاش میکنن تا این لحظه نتونستن به نحو کامل آتش رو مهار کنن و آتش داره به سرعت پیش میاد. حالا 5 تا خونه اونورتر یه کسی خبردار شد، اما خیلی خسته است، خیلی خسته است، ساعتها نخوابیده، به مثل شیفت بیمارستان بوده، بسیار بسیار کمخوابی داره، کمخوابی های انباشته شده. اما وقتی به گوشه و میرسونن آتش داره جلو میاد، با همه خستگی ها، با همه کمخوابی ها، مگه این آدم پا نمیشه جمع کنه ضروریات زندگیشو؟ تازه اگر خطر بیشتر بشه باید از همون ضروری هم چشم ببوشه. 2 پا داره، 4 تا پا دیگه قرض میکنه، نه 2 تا پا، فرار میکنه و میره. چرا؟ مگه کمخوابی نداشت؟ مگه خسته نبود؟ چرا میگه الان صحبت جونمه، بعدن میخوابم؟ هر چقدر نیاز به خواب داشته باشه، خواب از چشم و گوشش میپره. چنین آدمی میتونه بگه اجازه بدین من یه نیم ساعت دیگه یه چرتی بزنم بعد میرم. میگه چنین فردی چنین چیزی رو، اگر چنین چیزی بگه، شما به اون میگی تو از آتش نمیترسی، تو از بلا نمیترسی، تو داری تعارف میکنی، تو اگر میدونستی آتش چیه 2 پا داشتی 4 تا پا قرض میکردی، تو از آتش نمیترسی. هر چقدر هم کم خوابی داشته باشه اونجا استراحت نمیکنه. این عین کلام خاتم الانبیاس رسول الله به جناب ابوذر فرمود: ابوذر ما رأیت کنار نامحاربها. من تقاضا میکنم این جمله رو عزیزان، آقایان، بانوان، یه جایی یادداشت کنیم، بسیار زیبا و تکان دهنده است. پیغمبر به ابوذر فرمود: ما رأیت کنار نامحاربها. پیغمبر فرمود: ندیدم ابوذر چیزی رو مانند آتش جهنم که اینقدر فرار کننده از او در خواب باشه. این چه فرار کنندگی است؟ این چه اهل فرار بودنی است؟ و از اون ورم هست جمله خیلی قشنگه: و ما رأیت کالجنه نام طالبها. ابوذر: ندیدم هیچ چیزی رو مانند بهشت که طالب و خواهنده او این مقدار در خواب باشه. ما رأیت کالجنه نام طالبها و ما رأیت کالنار نام حاربها. پس توصیه پنجم و نکته پنجم این شد: من تعوذ بالله من النار ولم یترک شهوات الدنیا فقط استهزأ به نفسه. هر کس میگوید من از آتش جهنم به دامن خدا پناه میبرم، از اون میترسم، ولی از شهوات و زمینه های گناه صرف نظر نمی کنه، این استهزاء به نفس کرده. و اما نکته ششم: و من ذکر الله ولم یستبق الی لقائه فقد استهزأ به نفسه. کسی که زیاد ذکر و یاد خدا میکنه، زیاد ذکر و یاد خدا میکنه اما سبقت نمیجوید به لقاء پروردگار، دنبال ملاقات و لقای حضرت حق نیست، این استهزاء به نفس کرده. زیاد ذکر خدا میگه من عاشق خدا و لقا و ملاقات خدا هم، اما لم یستبق الی لقائه، به لقای خدا هم سبقت نمی جوید. آقا آرزوی مرگ کنیم؟ نه. یه کسی زمان رسول خدا هی سوال میکرد: مت الساعه، مت الساعه، قیامت کیه که مرحله بعد از مرگ و برزخ است؟ رسول خدا فرمود: ما اعددت لها. برادر من، تو هی میپرسی قیامت کیه، مت الساعه، مت الساعه، قیامت کیه؟ رسول خدا فرمود: ما اعددت لها. به من بگو چی براش فراهم کردی، چی براش مهیا کردی، تو کوله بار خورجین و توشت چی آماده کردی، تو که هی میپرسی قیامت کیه، چی فراهم کردی براش؟ فرمود: هر کس زیاد ذکر و یاد خدا میکنه اما سبقت نمیجوید به لقاء خدا، یعنی چمدانشو نبسته، آماده نیست
این استهزایی به نفس کرده. تو که میگی من عاشق خدا و لقای خدا، که حتما شما خاطر مبارکتون هست در قرآن کریم، یا ایها الذین هادو ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. یا ایها الذین هادو، ای کسانی که نوعاً این آیه دوستان اشتباه ترجمه میشه. هادو اینجا به معنای هدایت یافتن نیست، هادو یعنی یهودیا، یهودی ها. ای یهودی ها، ان زعمتم انکم اولیاء لله، چون یهودیان از دیرباز خودشونو اولیای مخصوص خدا، دوستان ویژه و ممتاز خدا میدانستند و میشناختند. شما واقعا اگر خودتون رو ولی خدا و دوست خدا میدانید، فتمنوا الموت، تمنای مرگ کنید، مگه مرگ لقای خدا نیست؟ ان کنتم صادقین، قرآنه، اگه راست میگید. یعنی این نشانه صدقه. چمدان آماده است، مهیای رفتن هستی، اگر تمنا و آرزوی لقاء پروردگار میخوای ببینی حقیقتن داری یا نه، باید ببینی مهیای رفتن هستی. ای کسی که زیاد ذکر و یاد خدا به زبان جاری میکنی، این موعظه برای امثال بنده باید بسیار بسیار تکرار بشه. هر کس زیاد ذکر و یاد خدا میکند اما سبقت نمیجوید به لقاء پروردگار، استهزاء به نفس. یعنی زمینه این لقای خدا رو باید فراهم کرد. نکته هفتم و نکته پایانی، و من ذکر الموت ولم یستعد له فقد استهزأ بنفسه. هر کس ذکر و یاد مرگ می کند که روزگاری این آفتاب طلوع خواهد کرد و او در این عالم نخواهد بود، ولم یستعد له، اما استعداد و آمادگی این سفر بی بازگشت رو در خود مهیا نمی کنه، این استهزاء به نفس داره. خدا قسمت کنه انشالله در خدمت شما حج مشرف بشیم. آدم ممکنه از چند هفته قبل چمدانشو باز کنه، هی خورده خورده اسباب و اساسیه رو بچینه، تازه فهرست ها و لیست هایی هست دائم چک میکنه، ملزوماتو کم نیارم، چه از جهت خوراک، چه از جهت پوشاک، چه از جهت دارو، دائم چک میکنه. تازه اونجا میدونه دوستان و هم سفریای خوب و مهربانی هست، کاروانی هست، مدیر کاروانی هست، همسفرهای خوبی هست. اگر خدایی نکرده چیزی کم و کس داشت، به داد او میرسن. برای اون سفر بی بازگشتی باید مهیا شد که همسفر مهربانی نیست. تازه در اون سفرها دیگه بازگشت در کار، انشالله عمرش به دنیاست، به سلامتی برمیگرده. برای اون سفر بی بازگشتی باید مهیا بود که کجا همسفر مهربانی، کجا بازگشتی در کار خواهد بود؟ بازگشتی نیست. حالا اون شفاعت اهل البیت علیهم السلام که همه امید ما همینه، خدا میدانه تکیه ما به نماز و روزه هایی که داشتیم نیست. یعنی هیچ مؤمن عاقلی به نماز و روزش تکیه نمی کنه. همه امید ما اول و آخر شفاعت اهل بیت علیهم السلامه. برای اون سفر بی بازگشت حضرت رضا علیه السلام فرمود هر کس تمنای مرگ می کند و یاد از مرگ می کنه که روزگاری خواهد رفت، ولی استعدادش رو در خودش مهیا نمی کند، چنین فردی استهزاء به نفس داشته. خدا رو شاکریم که در شهادت علی ابن موسی رضا سلام الله علیه توفیق پیدا کردیم هفت عبارت نورانی، هفت جمله نورانی حضرت که کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوا، توفیق داشتیم به زبان جاری کنیم. خدا رو سوگند میدهیم به آبروی حضرت ابوالحسن امام رؤوف سلام الله علیه که خدا توفیق عمل به همین روایت نورانی به همه ما به ویژه گوینده کرامت بفرماید. خدا در فرج منتقم علی ابن موسی رضا، آقایی که هر وقت حضرت رضا نام مخصوص حضرتش رو میشنید یا به زبان می آورد از جا بلند می شد، یعنی امام عصر علیه السلام، در فرج اون بزرگوار تعجیل بفرماید. در سیره امام رضا علیه السلام نوشتن هر وقت اون نام مخصوص رو حضرت متذکر می شد، بلند می شدن مقابل قبله می ایستاد. حضرت رضایی که هنوز به ظاهر نواده ایشان امام عصر علیه السلام به دنیا نیامدن، به دنیای ظاهری مادی، حضرت از جا بلند می شد. امام هشتم دوتا دست روی سر می گذاشتن، رو می کردن به قبله،
اللهم انصرنا بهی نصرن عزیزا. خدایا دیگه مهدی ما رو برسان و با رساندن او خدایا ما اهل بیت رو نصرت کن، ما رو از این غربت به در آور. امام هشتم وقتی دو دست روی سر بگذارن، من چجور باید احترام کنم خلیفه رحمان، شریک قرآن، امام انس و جان را؟ چگونه باید فرج او رو از درگاه خدا گدایی کنم؟ و امروز وقتشه. پایان دو ماه سوگواری حسین ابن علی ابن ابی طالب است و پایان ماه سفر و شهادت حضرت رضا علیه السلام. از شما تقاضا میکنم با اشک جاری و دل سوخته ای که دارید در شهادت حضرت رضا، بر فرج منتقم امام هشتم حضرت رضا دعا کنیم. همون جمله حضرت رضا رو تکرار کنیم که اللهم انصرنا بهی نصرن عزیزا. السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسی رضا. اگر دردمندی صدایش بزن، اگر دردمندی صدایش بزن، سری هم به صحن و سرایش بزن. با پای دل حرکت کنیم. نمیدونم شما از صحن گوهرشاد خاطره بیشتری دارید یا از پیش رو، از پایین پا یا صحن سقاخانه. هر کجا که خاطرات بیشتری دارید، دل شما گره خورده به اونجا، دلت رو اونجا آماده کن. السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسی رضا. ابا سلط هروی است، میگه حضرت رضا پیچ کوچه رو که طی کردن، دیگه فهمیدم چه خاکی به سرم شده، چون دیدم حضرت رضا ابا به سر کشیده آمد. به سرعت و شتاب امام هشتم علیه السلام از مجلس مأمون ملعون برخاستند. طبق معمول مأمون ملعون تظاهر کرد، کجا پسر عمو جان، زود تشریف میبرید. حضرت فرمود به همون جا که من غریب مظلوم رو فرستادی، یعنی میدانم با من غریب در این غربت چه کردی. حضرت برخاست، من نمیدونم آقایون خانوما این سمت و همون زمان کوتاه چیکار کرد با حضرت رضا که یتململ و کتململ سلیم، مانند مار گزیده حضرت به خود میپیچید. ابا به سر کشیده آمد. ابا سلط میگه طبق وصیت حضرت فهمیدم با این حال دیگه نباید سخنی بگم. حضرت تشریف فرما شدن، ابا سلط درهای حجره رو ببند، حال ملاقات با کسی ندارم. درهای حجره رو بستم، اما زمانی کوتاه گذشت، دیدم یه آقازاده ماه جبین ماه رخساری وسط حجره حاضر شد. گفتم آقازاده، من درهای حجره رو بسته بودم، از کدام در آمدی؟ به من فرمود ابا سلط خدا تو رو رحمت کند، همون خدایی که به یک دیده برهم زدن منو از مدینه جدم به خراسان فرستاد، همون خدا میتوانه منو از در بسته عبور بده. دیگه من کنار ایستادم. ابا سلط میگه دیدم جواد الائمه علیه السلام حاضر شد، وعده من و شما مشهد، وعده من و شما کاظمین. دیدم این آقازاده ماه رخسار ماه جبین سر پدر رو به زانو گرفت، قطرات اشک امام جواد رو صورت مسموم پدر می چکید، دستان لرزان پدر رو به قلبش چسبانده امام جواد. ودای امامت منتقل شد، باران عشق از صورت امام جواد جاری بود. آرزوی هر پدری همینه، ساعت آخر سرش به دامن عزیزش باشه و جان بده. اما دلهای کربلایی اینجا پسر خیره خیره تماشا می کرد، پدر جان می داد، به شهادت می رسید. نگاه خیره پدر در چشمان فرزند دوخت بود. اما درهای کربلایی کربلا کار برعکس شد، پدر خیره خیره تماشا می کرد و پسر جان می داد. تمام شد دو ماه سوگواری ابی عبدالله. خوشا به حال کسانی که در این جهت کوتاهی نکردند. کربلا کار برعکس شد، پدر هر چه کرد دیدین دلش قرار نمیگیره. ابی عبدالله خم شد، دست و ستون بدن قرار داد، صورت به صورت جوانش علی اکبر. فصاح سبع مرات، هفت مرتبه از پرده دل ابی عبدالله ناله زد، ولدی علی قتلوک، اما دنیا و بعد کل عفا، جوانان بنی هاشم بیایید، علی را بر در خیمه رسانید. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.
با صلوات حضرت رضا علیه السلام آغاز کردیم، با صلوات حضرت مجلسمون رو به پایان ببریم. اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضی الامام التقی النقی و حجتک علی من فوق الارض و من تحت الثرى الصدیق الشهید صلاتن کثیرتن تامتن زاکیتن متواصلتن متواتره که افضل ما صلیت علی احد من اولیائک. خدایا در فرج مولای قریب ما امام زمان تعجیل بفرما، دل اون حضرت به مژده فرجش شاد بگردان، از باقی مانده دوره غیبت حضرتش به گل روی علی ابن موسی رضا سلام الله علیه درگذر. خدایا این آفت فعلی و همه بیماری ها و آفات رو از عموم دوستان اهل بیت بلکه جامعه بشری دور بگردان. گذشتگان جمع ما، پدران و مادران و ذوی حقوق ما، اموات عزیزانی که خدمت کردند و این مجلس با صفا رو اقامه کرده اند، خدایا همه اونها رو غریق بهار رحمتت بگردان. حسن عاقبت به همه ما و عزیزانمون ارزانی بدار. به نبی و آله رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات. بسم الله الرحمن الرحیم. یا رب العالمین و یا خیر الناصرین، السلام علیک حین تقوم، السلام علیک حین تقوم، السلام عليك حين تقرأ وتبين، السلام عليك حين تصلي وتقرأ السلام عليك حين تركع وتسجد، السلام عليك حين تحمد وتستغفر، السلام عليك حين تصبح وتمسي يا مولاي أنا ولي لك بريء من عدوك، تمام گشت قرارم، تمام گشت قرارم، خدا کند که بیایی، تمام گشت قرارم، خدا کند که بیایی، کسی به جز تو ندارم، خدا کند که بیایی،
فدای مقدم تو ای مسافر زهرا، تمام دار و ندارم خدا کند که بیای. السلام علیک یا کهف الحسین، السلام علیک یا غیاث المضطر المزدکیم، السلام علیک یا ربیع الانام، السلام علیک یا نظرة الایام. ماه زمزم قبله کعبه، امام من کجایی؟ در حرم یا مروه یا کوه صفا؟ آقا کجایی؟ امام زمان سر به قربان گهنم تا جان کنم قربان رویت، روی در مشعر کنم یا در منا؟ آقا کجایی؟ مولا کجایی؟ ابن الزهرا در کنار هنج زیر نافدان گریم ز هجرت، یا کنم رو در مقام با دعا گویم کجایی؟ آقا کجایی؟ مولا کجایی؟ از حجر گیرم سراغت یا که از رکن یمانی، یا کنار زادگاه مرتضی؟ آقا کجایی؟ مولا کجایی؟ یا صاحب الزمان لب شویم از گلاب و سوره اقرأ بخوانم، در جوار کعبه یا غار حرا؟ آقا کجایی؟ مولا کجایی؟ رو کنم سوی مدینه بر سر قبر پیمبر، یا کنار خاک پاک مجتبام گویم کجایی؟ همچو جابه پیرهن را جامعه احرام سازم، دور قبر خامس آل عبا، آقا کجایی؟ آقا
کجایی؟ از زبان همه بگم سالها گشتم به دنبالت، سالها گشتم به دنبالت، ندیدم روی ماهت، تا ببینم روی ماهت را کجا آقا کجایی؟ آقا کجایی؟ مولا کجایی؟ روز واپسین ماه سفر نزدیک به دو ماه عزاداری برای ابی عبدالله، از صبح تا شام توی کوچه ها و مجالس و منافه گفتیم یا حسین یا حسین یا حسین، اما روز آخر ماه سفر با نام ولی نعمتمون امام رضا که سایه پرچمش رو سر ماست، با نام مبارک اون حضرت سفره عزای دو ماه ابی عبدالله رو جمع میکنیم، اگرچه تا زنده این دل ما عزادار حسینه، چشم ما گریه کنه حسینه، ای امام رضا با نام تو با یاد تو سفره عزا رو برمیچین. یا ابوالحسن یا علی ابن موسی ایها الرضا یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا الا توجهنا و استشفعنا و توسلا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. کعبه دلم شده صحن و سرات امام رضا، میزنم بوس به پای زبرات امام رضا، دوست دارم وقتی که جون میاد بگو بمیرم گوشه ایوون صلات امام رضا، دوست دارم روز قیامت که میشه ببینم ای امام رضا، دوست دارم روز قیامت که میشه ببینم هی نگاه کنم به اون قد و بالات امام رضا، دوست دارم وقتی اجل میاد بگو گلوم، دوست دارم وقتی میاد، دوست دارم وقتی اجل میاد به با
هی بگم جونم فدات، جونم فدات امام رضا. دوست دارم موقع مرگم تو بیای به دیدنم، صورتم رو بذارم رو خاک پات امام رضا. امام رضا، 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 امام رضا. مرحوم علامه طباطبایی میفرمود من قبطه میخورم به حال اون کسانی که ذریح امام رضا رو گرفتن میبوسم. اگر مردم بر من خورده نمیگرفتن از دم در مسجد گوهرجات زمین رو میبوسیدم، تا کنار حرم امام رضا، تا کنار ذریح امام رضا. یا سامن الله، یه جملم ذکر مصیبت. صدا زد عواصر، درها رو ببند، دیگه حال ملاقات ندارم. عواصر میگه درها رو بستم، افتاد میان بستر مثل مارگزیدم، به خودش میپیچه. سرم رو به دیوار گذاشتم، دیدم دولب حضرت به هم میخوره. گوش دادم دیدم صدا میزنه پسرم جوادم. در شهر قربتم نرسد کس به داد من، یارب رسان کنار من اکنون جواد من. مدینه کجا، شهر توس کجا، پسرام سر پدر رو به دامن گرفت. روز آخر ما سفر یه ذکر یا حسین برا پدر مادرام. یا عبابدم اما کربلا، یا حسینیان کربلا، خیمگاه کجا، قتلگاه کجا. پسر نتونست بیاد، به جاش عمه اش زینب آمد. اما زینبم یه وقتی رسید، یه صحنه دید، یه وقتی در دستاش رو سرش گذاشت. اما فیکم مسلم، آیا بین شما یک نفر مسلمان نیست؟ مگه چه دید زینب؟ دید و شمر جالسون علا صدره. يا باب نجاة الأمة يا مظلوم يا أبا عبد الله اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم وارزقنا شفاعتهم ومحبتهم. اللهم إنا نسألك وندعوك بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وبالحسين بالحسين بالحسين وبإمام رضا عليه السلام وبإمام زماننا. يا الله 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 يا الله. اللهم أجل لوليك الفرج، اللهم أجل لوليك الفرج، اللهم أجل لوليك الفرج والعافية والناس
خدایا به آب روی امام رضا این عزاداری های دو ماه از همه ما به شایستگی قبول، ذخیره قبر و قیامت و روز بی کسی ما قرار بده. خدایا با بروی امام رضا دنیا و آخرت دست ما از دامن اهل بیت کوتاه مگردان، به آبروی امام رضا در نسل و بچه ها و ذریه ما کم ارادت به این خانواده قرار مده. حسن عاقبت به ما عنایت بفرما، ما را حسینی بمیران، حسینی محشور بگردان، از باب الحسین وارد جنت و رضوانت بگردان. قلب نازنین آقا و صاحب و ولی نعمت من امام زمان از همه ما راضی و خوشنود بگردان. فرجش رو بر ما نزدیک کن به نبی و آله، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.